On Monday in school, they told us to say "Death to America." فیلم پیراهن قرمز میتونی بذاری توی گروه فیلم‌های ضد جنگ یا فیلم‌های دوره جنگ. Grandpa listens to Voice of America every evening. We're at war. With Saddam. ولی در کل طول فیلم یه قطره خون از دماغ کسی نمیاد. تو فیلم خشونت نداری. حتی امیدوارم این اتفاق بیفته که از یه جاهای فیلم یادت میره که این فیلم موقع جنگ، کما اینکه بود، یعنی ما زندگی میکردیم. تصویری که مثلا توی اخبار میبینی یا تصویری که تو شبکه‌های اجتماعی میبینی از کشوری که داره جنگو طی میکنه، وقتی اون خشونت رو نشون میدی، به نظر من بیننده ناخودآگاه یه حالت دفاعی میگیره. ممکنه دلت خیلی برای این آدم رو بسوزه، ولی همدردیه مستقیم نیست، احساس همدردی نمی کنی. چیزی که من دنبالش هستم اینه که اون بیننده حالا انگلیسی یا آمریکایی یا غیر ایرانی که اصلا شاید هیچ تجربه ای از جنگ نداره مستقیماً، برای یک لحظه هم که شده فکر کنه که این بچه میتونستم من باشم. منم مثلا لباس قرمز دوست داشتم. منم هیجان داشتم که گوشامو سوراخ کردم. یا منم رابطه خاصی با مامان بزرگم داشتم. چیزی که به نظر من الان ما لازم داریم واقعا توی دنیا که همه دارن به هم میپرن، این همدردی است. این که بگیم خیلی ما بیشتر از اون که فکر میکنیم شبیه همین. پیراهن قرمز بدون آستین یک اتاق کوچولوی خلوتیه توی خونه یه مادر بزرگی، نوه‌ای که آرزوی یه پیراهن قرمز بدون آستین رو داره که توی یک عکس حالا یا روی یک پوستر دیده تن یک خواننده آمریکایی. She's a singer. She's pretty. Her dress is pretty. Really pretty. Granny's making it for me. مادر بزرگ داره این پیرهن رو براش میدوزه و این دختر همینطور که منتظر این پیرهنه با فکرهای خودش مشغوله. همینطور که بچه ها در عرض مثلا 5 دقیقه چقدر این فکر همه جا میپره، فکر میکنه که تو مدرسه چه اتفاقی افتاده، داره بزرگ میشه، سوالاییه که در مورد بزرگ شدن برای بچه ها پیش میاد، اینا میاد تو ذهنش. این فکر همجور میاد و میره، همینطور که ما منتظریم همراه با این بچه تا این پیرهن قرمز بیاستین درست بشه براش. جنگ توی فیلم هم هست، ولی هیچ کدوم واقعا با این فکر شروع نشده که میخوام یک فیلم در مورد جنگ بسازم. ولی اتفاق عجیبی که میفته اینه که فیلمایی که به عنوان فیلم جنگی شروع نشدن برای من، این سایه جنگ انقدر قویه، انقدر حضور داره تو زندگی همه ماها که مال اون نسلیم، که جاشو پیدا میکنه. یهو میاد انگار قشنگ خیلی آروم میاد و توی فیلم قرار میگیره. من خودم شخصا مخالف اینم که بگم من میخوام فیلمم این پیام رو داشته باشه، برای اینکه احساس میکنم اون لحظه‌ای که من بگم خب من میخوام در این پیام رو برسونم به بیننده، یک محدودیتی برای خودم ایجاد کردم، برای خلاقیتم. به نظر من تا زمانی که تو حرف دلتو بزنی، یعنی واقعا موضوعی که داری بهش میپردازی، چیزی که باش ارتباط داری اون موقع، پیامه میاد و خیلی مؤثرتر خواهد بود تا اینکه بخوای یه چیز شعاری رو با قاشق به زور بکنی تو حلق بیننده. بیاو 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 برو برو که خوب شناختمت، خوب شد که دل نباختمت. آسمون پر ستاره چشمک بازی میکنه، جانم چشمک بازی میکنه، دخترامو پسرامونم زد بازی میکنه، جانم نوم زد بازی میکنه،
دل میگه برو برو، نه پس بیا بیا بیا، برو برو که خوب شناختمت، خوب شد که دل نباختمت.